بچه ها ما بعد مدت ها برگشتیم کاسکو، خریدای هفتمونو کردیم. از این جلو نشونتون میدم، این جوه. دقیقا نمیدونم میخوام باش چی کار کنم، ولی چیزی که راجع به این مارک من خیلی دوست دارم اینه که روش نوشته اسپراوتد، یعنی اون جو رو گذاشتن که قدیما میذاشتن یه چیزای جوونه بزنه، حالا این جو رو گذاشتن یه کوچولو جوونه بزنه. اون جوونه زدن باعث میشه اون خواص داخل جو قفلش باز بشه، هضمش هم راحت تر بشه، ارزش غذایش بیشتر بشه. حالا جو یا غلات دیگر رو خیلی خوبه که جوانه زدهش رو استفاده بکنید، که مطمئنم خیلی از ماماناتون این کلودی، مامان خود من خیلی این کار همیشه میکرد. بعد من که از کلاینت هم گفت از کاسکو از این انجیرهای خوش میگیره، گلاب برتون برای دلروده خیلی خوبه، گرفتیم امتحان بکنیم. من یه مقدار کیک و شیرینی این هفته خیلی خوردم، بخاطر اینکه تولدم بود. 1 2 3 4 almost 4 تا کیک بود، 4 تا کیک مختلف و بسیار ازش خوردم. دیگه قرار شد که از امروز تمومش بکنم این قضیه رو. این شکلات های نارگیلی شوگرشون بسیار کمه، خوشمزه هم هستش، 3 گرم شوگر داره. موادی هم که روش هستش تقریبا، حالا به تجربه با دانش من به نظر میاد که چیز نسبتا سالم و خوبیه. اینا آف خورده بود، شده بود 10 دلار، معمولا 14 دلاره. دو بسته گرفتیم. بعد این یه مدل نمکه که توش یه سری سبزی های خشک زدن، مثل سلری میشه کرفس، لیک میشه پیازچه، درست میگم؟ کرس نمیدونم چی میشه، پیاز داره، چایبز داره که نمیدونم چیه، پارسلی، جعفری، گارلیک، بیزل، روزماری، تایم، یعنی معطرش کردن. حالا ما چون از ساعت 3-4 مثلا امروز از ساعت 4:30 دیگه ما چیزی نمیخوریم تا فردا، یه وقتای شب که میشه خیلی خیلی، مثلا من اگه تو طول روز 7-8 ساعت سر کار بوده باشم، شبش دیگه واقعا یه چیزی درونم انگار خالیه. اینجور موقع برای اینکه فست رو نشکنیم، مثلا من یه وقتای نمک میزنم به خیار، اونو میخورم. قاعدتا فست واقعی نمیشه، یکم فیک میشه، ولی خب کمک میکنه که مثلا من یه وعده گنده نخورم، چون آلردی ساعت 3 یا 4 یه وعده کامل غذایی خوردم. حالا اون نمک رو گرفتیم که به این بزنیم. بعد باز برای که یکم مصرف شکلات و کیکمون اینا بیاد پایین، یه جایگزین مناسب سالم تر داشته باشیم، بادوم و پسته گرفتیم. اینا فکر کنم جفتشون بهشون یه مقدار نمک خورده. آره سی سالت داره، نمک دریا خورده، اینم نمک دریا داره. اینا هم خیلی خوشمزه است، یکم کرانچیه، اون بلای آدم رو میتونه بگیره. بعد بالاخره کاسکو چیز آورد، فکر کنم تابستون ها سمت تابستون میاره، ارگولا آورد. ما این طعم تلخی که ارگولا داره رو خیلی دوست داریم. سایه عاشق اینه که از این پنیرهای موتزارلا روش بذاره. دو تا رو گرفتیم که روش هم یکم بالزامیک بزنیم. گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، من خیلی دوست دارم فلفل دلمه ای و مرغ رو توی ایرفرایر بذارم، با هم دیگه میریزم تو ایرفرایر، مثلا یه 30-40 دقیقه بعدش غذا آماده است، خیلی راحته. به خاطر همین مرغ هم گرفتیم، اینا رو فریز میکنیم و موقعی که میخوایم استفاده کنیم پرتش میکنیم تو ایرفرایر، خیلی راحت و بی‌دردسر. در راستای همون چیزی گفتم، شبا اگر خیلی گشنمون بشه و حال خوبی نداشته باشیم یه چیزی میخوریم، فصلمون رو تکنیکلی میشکنیم ولی غذا نمیخوریم، کرفس و زیتون هم نام آپشنای خوبی هست، ته دل آدم رو یکم میگیره. اینم بگم که این اصلا به شکل، یعنی خودمون رو تنبیه نمیکنیم، غذامون رو خوردیم تموم شده. حالا مثلا این 7-8 شب 10 شب مثلا یکم دل آدم یه ضعف ریزی میره که از گشنگی نیست، از خالی بودن، غذا حذف شده رد شده، ولی معنیش این نیستش که من باید غذا بخورم دوباره چون مثلا تو دلم خالیه. چند سال پیش ما یه همسایه داشتیم، بعضیاتون یادتونه، ملودی عزیز اومد خونه ما یه چیزی درست کرد به نام گودابول، که یه قسمتی از مثلا سبزیجات بود، سیب زمینی بود، ترشی بود توش، خیلی چیزهای مختلف بود، یه بخشش هم برنج وحشی بود، وایلد رایس، که من خیلی خوشم اومد. خیلی طعم ارتی و ناتی داره این برنج با برنج سفید خودمون که عادت داریم بخوریم، خیلی متفاوته. اینو گرفتم امتحان بکنیم، یه کوچولو درست کنیم بذاریم توی یخچال.
و تو طول هفته ازش برداریم، مثلا تو 3-4 روز آینده. میخواستم راجع به یه مطلبی هم حرف بزنم. این دفعه ما نونمون رو عوض کردیم، این نونه رو گرفتیم. من مواد اولیه روش رو میخونم، بد نیستش. قبلا یه نون دیگه بود که مارک سیلور هیل بود، من اونو بیشتر دوست دارم. حالا خیلی برای اینکه ویدیومون بلند نشه توضیحمو کوتاه میکنم، ولی توی این نون یه چیزی داره به نام رزیستنت تاپیوکا استارچ و رزیستنت پوتیتو استارچ. حالا ما فارسیشو ترجمه کردیم چی بود سید؟ نشاسته مقاومتی مقاوم. نشاسته مقاوم. حالا چی هستش؟ مثلا این برنج رو من گفتم میپزم میذارم توی یخچال، وقتی سرد میشه نشاسته اون کربوهیدراتی که داخل این پخته شده یه مقدار آب به خودش میگیره و باز میشه. وقتی که میذاریمش توی یخچال خنک میشه. این نشاسته مثل اینکه اورینتیشنش، این با همدیگه شروع میکنن یه باندای برقرار کردن. باشه من حالا چون خیلی رشته تحصیلی من نیست شاید خوب توضیح ندم، ولی از نشاسته ساده تبدیل میشه به نشاسته مقاوم. نشاسته مقاوم دیگه از روده، فکر کنم به روده بزرگ میرسه و هضم نمیشه، یعنی به عنوان کالری بدن احتمالاً اینو نمیشناسه و جذبش نمیکنه. ولی وقتی به روده بزرگ میرسه اون باکتریایی که داخل روده وجود دارن میتونن از این نشاسته مقاوم تغذیه کنن، یعنی برای دستگاه گوارش و دل و روده چیز خوبیه. حالا اینو گفتم میخوام بگیریم بذاریم سرد بشه، برای این بود. اینم این نونم توش اون نشاسته مقاوم رو اینکلود کردم. من اینو که دیدم دلم خواست بگیرم، وگرنه که اون نون نارنجی سیلور هیلو بیشتر دوست دارم. این نون سایه است. سایه دلیلی که گرفتی چی بود؟ چون دوست داره. سایه خیلی به دلایل چیز نگاه نمی‌کنه، چه علاقه شخصیش رو فالو می‌کنه. ولی خب منو داره عوضش. اینم که واسه رخشویه. همین این خریدای این هفتمون بود. همه این خریدا شد. چقدر شدش؟ $239 که مواد غذاییش بکنم تقریبا برای 8 روز تا 10 روزش، 10 روز کاملا بس باشه، حتی گوشت و مرغش بیشتر هم خواهد بود. یه سری خریدای اینجوری هم توش بودش که دیگه قاعدتا این حداقل یه ماه دو ماه طول بکشه تا تموم شه. بریم خونه.